دوستان خوبم سلام، من شهاب صادقی هستم و به کانال خودتون خیلی خوش اومدیم. بسیار خوشحالم که میبینم این دسته ویدیوها براتون جذابه و این که میبینم اندک هر چقدر اندک مفید بودم در بهتر آهنگوش شدن شما، به خودم افتخار میکنم. واقعا این کامنت های زیبای شما برای من فوق‌العاده شیرینه و از این که این همه دوست جدید دارم، یه خانواده تشکیل دادیم که منم ویدیو زیاد در روز میذارم و اینا، اصلا ما همش با هم دیگه ایم. هی من کامنت، شما کامنت میذارین، کامنت میخونم که فلان، اینا واقعا برای من بسیار شیرینه و احساس فوق العاده خوشایندی دارم و این رو مدیون شما و قدر این دوستی رو هم میدونم. خب سوال پرسیدم که از نظر شما بهترین خواننده ایران کیه، کلی کامنت داشتیم عجیب و غیر عجیب. اونایی که بیشترین رأی و نسبتاً آوردن رو با هم دیگه بررسی می‌کنیم که چه قراره. منم نظر خودم رو میدم، شما هم کامنت کنیم ببینیم که واقعاً بهترین خواننده ایران کیه. خب خواننده اول امیر تتلو، از نظر شما یکی از بهترین خواننده های ایران، بریم و ببینیم. خب امیر تتلو یه خوبی که داره مولتی ژانره، ها مولتی ژانره، از آرنبی خوب میخونه، بازه صدایی خوبی ایشون داشت. من خاطرم از توی اون ترک چیز باقر بود دیگه که های نوتای سول سول دیز میخون، باحال بود. من تو همون ترک دمه که ایشون بلوز میخوند، بلوز میخوند یعنی چی؟ راک، آرنبی، پنتاتونیک یعنی چی؟ فواصل نوت‌های یکونیم پرده یک پرده، تحریرهای یکونیم پرده یک پرده، فواصل سه نوت نیم پرده کنار همه بلوزی و اینا رو به زیبایی اجرا میکرد. یه دیستورشن صدایی بزن تو صدای خودش ایجاد میکنه، بم خیلی خوب میخونه. های نوت‌هاشو من تو استیدیو بسیار زیبا شنیدم و تکنیک ها، ویبراتو های منحصر به فرد عمیق، یه سری کارا رو خیلی خوب انجام میداد. احتمالاً اینکه شما میگین امیر تتلو بهترین خواننده ایرانه، حالا بعد تو کامنت هم بنویسین که چرا، به چه دلیلی، بازه صدای گسترده، تکنیک های گسترده، نمیدونم چی مورد نظرتون بوده. مزایای ایشون رو من گفتم، حالا معایب ایشون اخیراً فالشی. ما حالا قدیم کنسرت ایشون رو، حالا حداقل من به شخصه، یعنی لایو ایشون قدیمشون رو به شخصه آنالیز نکردم و نمیدونم که به چه صورتی بوده، ولی اخیراً ایشون فالشی تو صداش زیاد داره و بچه و فالشی دیگه بهترین خواننده ایران در نمیاد که فالشی، متوجه این؟ شما باید بگین که منظور چی بوده، آیا منظورتون چند سال پیش ایشونه، نمیدونم هدف چی بوده، ولی خب مزایای صدای ایشون فاکتورهای خوبی دارد، دارد. یکی از فاکتورهای خوب دیگه ایشون جنس صدای کاملا فلت، بی هوا، منحصر به فرد، ولی اون چیزی که من فکر میکنم شما رو بر این واداشته که بگی ایشون بهترین خواننده دونه، شد ملودی های زیبای ایشونه. ایشون ملودی نویس، کورس نویس، نامبر وان ما فرمون، با تو، نوازش، جهنم، اینا ترک، من باهات قهرم، اینا ترک هایی که اصلا تاریخی کورس ملودی ها میمونه تو ذهن، متوجه این؟ باید شما بنویسید که منظورتون چی بوده. به هر حال یکی از پر کامنت ترین آرتیست ها امیر تتلو بود. یه خوبی که ایشون هم داره مجدد، حالا فراموش کردم که بگم، خودشه، خود واقعیشو میخونه. به عنوان یه خواننده صدا عوض کنه، ادا اطفار در بیاره، هنجره پای میده، شلالش بخونه، آرش مسیدایی بخونه، از این خبر، خود واقعیه، این خودش باحاله. عجب بیسی زد، باریکلا، عجب بیسی زد مصطفی، خوش تاچ، خوش استیل.
خب از امیر تتلو عبور میکنیم. مزایای معایب ایشون رو گفتیم، مهمترین عیب کاری ایشون در حال حاضر فالشیه و حیف از این خواننده پرطرفدار که اینجوری فالشی بخونه. نفر بعدی همایون شجریان که اصلا دیگه چی بگم. قفص خیال تو، در قفص خیال تو تکیه زنم به انتظار. اصلا حرفی برای گفتن نیست راجبه همایون شجریان، حرفی برای گفتن نیست. تیونر ایشون مثل یه اینسترومنته، یعنی شما پیانو رو ببین ایشون رو ببین، یعنی به جنگی به نظر من ایشون با تیونر خودش رو تیون کنه، به نظر من اینسترومنت ها با ایشون این تیونر. این یه فاکتور. بعد کول دریایی از تکنیک اینجاست. ببین ایشون همچین کوچولو موچولو میزنه رخ کار، من فکر میکنم ایشون کوچولو موچولو میزنه ولی با این دیافراگم انقدری ایشون یه نفسی داره، یه نفسی داره، یک تسلطی رو دیافراگم و تنفس داره، اعجاب آوره، خیره کننده است این تسلط و من جز ایشون در هیچ کسی این حجم از تسلط روی دیافراگم و تنفس ندیدم. شما ببین سنگار که داره تو این نوت مونده، پر میکشیم به سوی تو، داره چطوری چه خبر داداش حاجی ردیف همه چی، انگار داره با این تون میخونه توی اون اکتاف، تازه اکتاف بمی برای ایشون بود. تا که تو بشکنی آب خوردن پر میکشیم به سوی تو، تحریرا خال به خال، ضرب و تیون. و بندش، حالا فقط خودش نیست که اجراهای ایشون، بند یکی از یکی ردیف‌تر، عین MP3 فوق العاده. خب همایون شجریان کوتاه بود، کوتاه بود ابر هیولی ایشون. حالا ما احتمالاً ادیتور با ایشون لج باشه چون من فکر می‌کنم اون سینما و فلان میاد اینجا ما ابر کفور میشیم و ایشون خیلی سریع عبور کرد، تا ادیتور ما خودش راکومتال بازه، حس میزنم به این خاطر عبور کرده سریع، ولی به هر حال ما خاطرمون هست تون صدای ایشون بازه، یعنی ایشون اصلا به چیز مثل رجیستر و چیز مثل اکتاو و اینا اصلا اعتقاد نداره، هر چی بگی همایون شجریان میخونه و ما واقعا خیره کننده به ایشون نگاه میکنیم و ایشون واقعا عنوان ابرهیول برازنده ایشونه و همچنین عنوان ابرسیخ کن به نظر من. البته خب رضا بهرام خیلی کامنت بود عجیبم است، به خاطر اینکه ما از ایشون، حالا عجیبم است که بخاطر ما هم از ایشون کنسرت ها و لایف های خوب دیدیم هم فالشی دیدیم، حالا میریم بررسی کنیم. یعنی شما باید بگیم چرا مشخصه که ایشون قبلا سنتی خون بوده، پاپ سنتی الان تلفیق شده تو کار. تو این کار سنتی هم تون زیبایی ایشون داره، هم تحریرهای متحیر آنهی میزنه که ایشون دار میکند بلند کن کس که گفت، و ایشون هم حجم صدای بسیار قدری داره، تون زیری داره، کول میخونه. قصه من هر زماشنی خفم بود داداش، به نظر لایو میاد، اگه شما لایوت اینه پس اونا چیه؟ میدونی تعجب میکنه آدم بعضن یه چیزایی رو میبینه، ایشون الان داره خیلی خوب میخونه، خیلی مسلط میخونه، نمیدونم اونجا تو کنسرت ها صدا برداری براش مناسب نیست نمیدونم، ولی واقعا اینجا داره ابر تسلط میخونه. یه بار دیگه این چی کار کرد؟
بود تا الان. خب آره الان دیگه واقعا یه گزینه شد، هم دیافراگ مشتی درگیر داینامیک فوق العاده تیونینگ نام ببان تحریرهای سخت با ضربای متعدد تریوله به دولا چنگ تغییر در مترونومتون چه فری استایل دیگه بند نیست که مترونوم بفهمش ولی از کون به تند کلی اتفاق افتاد و خیلی تیونو تمیز بود. تموم شد. این چیزی که ما اینجا دیدیم خیلی تمیز بود، خیلی خوب بود، یه گزینه شد واقعا ایشون. میریم شاهین نجفی. شاهین نجفی و احتمالا شما به مولتی سبک بودن انتخاب کردیم. حالا بریم چه خبر اینجا. انهدام هیوی متال نزدیک می شود آغاز انهدام. قبول دارین هیچی راک و متال نمیشه؟ اگه تا اینجای ویدیو اومدین قبول دارین کامنت کنین داداش هیچی راک و متال نمیشه. کنسرت بچه اگه مجوز بگیرم ببین یه کنسرتی بدم بیاین بعد دیگه بیرون نریم. بگین داداش فقط شما بزن. اصلا مگه میشه کنسرت راک و متال شما بیایی اصلا بیرون نمیری؟ یعنی باید با جارو خاک انداز همونو ببرن بیرون. ما هم اینطوره. این اصلا دلش نمیخواد تموم کنه کارو، اینجوری حال میده. اگه رسیدین به اینجا ویدیو بگیم بله یا بگین نه خیلی چی میگی بابا اصلا متال کیه. ولی اگه یه بار بیاین، حالا شما بیشتر فهم میکنم که فن رپ باشین، شما یه بار گذری کنسرت حاجیتون اگه به پستتون خورد بیاین دیگه مگه میتونی ول کنی؟ قدیم اینجوری بود دیگه، اون موقعی که ممنول کار نبودن. حالا خب تعریف کنم خبر خاصی هم حالا دیگه چیز خاصی نیست که شما تعریف کنی، ولی خب یه ساعته بلیتمون ساعت دوم نمون، برای اینکه یه اونایی که اومده بودن کیف میده دیگه. بعد شما گوش کن. گریه نکن وطن ای خسته از جنون. خلاصه به شاهین نجفی برسیم. شاهین نجفی تو هر سبکی عالی خونده، ما ازش کنسرت هم زیاد رفتیم و نه فقط آلبوم. آلبوم که استودیو ردیفه، کنسرت سبک سنتی، نمیدونم فولکلور گیلکی، راک، رپ، پاپ، فلان. 209 یادتونه چجوری اجرا کرد؟ تیونینگ ایشون عالیه، سنس ایشون فوق العاده است و تنوع صدایی، ما از ایشون انواع و اقسام صداها رو شنیدیم. روز انتقام گریه نکن وطن. خب این از شاهین نجفی باید بگین که چرا بهترین خواننده ایران. فاکتورهای زیادی شما بگین که منظورتون چی بوده، که شاید ما اون منظورها رو توی ویدیو دیگه بکشیم و یه ذره آنالیز بهتری بگیم. بهها شاهین نجفی یه گزینه بود. آرون افشار. ببین آرون افشار عجوبه سا، نه سازیه نه هیچی، تنهایی داره اینجوری میخونه، انقدر تیون عجوبه سا. شبیه مدداهی طور نمیخونه؟ مادرم جای خودش بشم صدایت میکنه. آرون افشار یک حجمی که میخونه اصلا من نمیدونم که چجوری انقدر حجم کار وحشتناک بالاست. ایشون تنفسگیریش نامبروان، تیونینگش عالیه، تحریح ها سنس همه. واقعا یه خواننده استاندارد کاره و واقعا کارش درسته. حالا من با آهنگاش کاری ندارم، قشنگ زشته، به عنوان یک خواننده واقعا کار بلده آرون افشار. یه خوره شبیه امید تورنی کار. روخش هم بد زرنگیه ها، الان یا کنینجا تایسونی زده، موهارم ریخته پایین، چتری کتونی زرنگی. چهره مقصوم تو امقا شبیه هایده نشد پترنا. میخوایی بگو من نمیگویم به تو. من نمیگویم به تو. من نمیگویم. خیلی
شبیه مدداهی نمیخونه، یه دیلی هم رو صداش از اکو حسینیه نمیده کار، ولی واقعا هم تمیز میخونه خداییش. حالا اگه تجربه کنسرت هایشون داشتیم بنویسیم که چطور بوده. این چیزایی که ما تا حالا دیدیم واقعا تیون بوده، تیون، احساس عالی، داینامیک، حجم، فاکتورهایی که خواننده پاپ، پاپ ایرانی، نه آرنبیه هی نمیدونم فوسه فالسه تو اینا، نه پاپ ایرانی، واقعا آرون افشار یک گزینه است. بهنام بانی کی اومد؟ تنها نظر اصلا اینم موجوب است. ما دو سه تا خواننده ابر بمبی علی ظاهر داخل ایران هم داریم. کلا نمیم شنیدی اینا توپولا مشتی میخونه ها؟ خاطر حجم دیافراگم کاره ها. اصلا شنیدین که داداش اگه میخوای خوانندگی سنگین بکنی سیکس پک در نیار؟ اینو شنیده بودین؟ شما اگه شنیدین بگین شنیده. حالا بهنام بانی تیونینگ فوق‌العاده، تو مایه همون آرون افشار، حجم صدا فوق‌العاده، تحریرها فوق‌العاده. یه چیزی که بهنام بانی و من دیدم تو کاراش استفاده میکنی در پاپ ایرانی مثلا در آرون افشار یا رضا بهرام نمیبینم، ویبراتوهای عمیق ایشون هست. و هنجره پایین تونه وسیع، تونه وسیع، سالون بالا، مثبت 200 خروس وزن میخونه، ابر هیول. تو دل نداری. این بچه وقتی که صحبت از حجم میکنی، وقتی من فقط از اینجا بخونم حجمی نداره داداش، ولی وقتی دیافراگم درگیر بکنم، دیافراگم، فشار، کمپرس هوا، میدونی ایشون اینجوری، یعنی در لحظه که داره میخونه عضلات اینجا درگیر شکمی، نه اینکه فقط این شلو ول اینجا یه های، نه عضلات شکمی ایشون فول درگیره، حجم صدا وسیع. ایشون از اوناست که میکروفون اصلا شاید لازم نشه، خوش تنه خالی برات میخونه کل کنسرتو. حجم صدا بالا، بازه صدای بسیار خوب ایشون کامل، من میبینم که هم تو نوت‌های بم هم خیلی مسلطه، یعنی که خواننده پاپ استاندارد، استاندارد. اینجا الان صدا رو هوادار کرد و تو تون فاصله پنجم ها رو دیدم، ببینید چقدر خوب به هم دیگه اتصال داد و تیون، نه فقط اتصال و تیون، هوادار تنهایی هم داره میزنه میخونه شکیل. نمیشه که تو رو فراموشت کنم، هر جا بری تو محالا. و بازه زیادی از نوت ها رو داره میبینی میخونه ها، یعنی توالی ملودی های گسترده. ما الان فواصل یک یک نیم رو میبینیم میخونه، نیم یک یک میخونه، یک اینا پردست ها، همه خط ملودی ها رو کامل به هم دیگه مستندشون اصلا سولفژ و جویده. از قلب خودم دورت کنم، دیوونگی ما بزارش پایین که مجنونت شدم. و شومن، شومن فاصله میکروفون گذاری کاملا شکیل، واقعا کار با میکروفون هم خوب بلده، واقعا آرتیست استیجه. و تمام. حالا شما باید بگین که منظورتون از بهنام بانی چی بوده؟ آیا بهنام بانی بهتر خواننده ایرانه؟ اگه هست به چه دلیل؟ یا اون یکی یا اون یکی یا افراد دیگه؟ اگه نظرتون رو خواننده دیگه ایه کامنت کنید که اونا رو بررسی کنیم، و بعد دلایلتون هم بگین. نظر دارین بگین، منم آنالیز کنم که اگه مثلا میگین ابی رو بیاریم و بررسی بکنیم. به هر حال که با همدیگه بریم ببینیم که چه خبره، شما نظر بدین، یعنی با همدیگه در بیاریم. من بگم آقا دمت گرم که اینم واقعا خیلی منو خوشحال میکنه، ولی حال میکنیم که با همدیگه یه شکیل طور کارو در بیاریم. امیدوارم که براتون مفید باشه. نظر شما رو با عشق و علاقه میخونم. مواظب خودتون باشین و خدا نگهدار.